مثل قصه ها میماند. شاهی سفارش داد تا کره زمین را برایش با هزاران هزار جواهر بسازند. هزاران الماس و زمرد و لعل و یاقوت از سرخ و کبود گرد آوردند و زمین را برایش ساختند. قصه نیست، کره جواهر نشان اینطور ساخته شد. یکی از مهمترین قطعات جواهرات سلطنتی ایران که ناصرالدین شاه قاجار دستور ساختش را داد، وقتی که او تصمیم گرفت تا نفایس دولتی قاجار برای نخستین بار ثبت شوند و جمیع اموال سلطنتی از جواهر و نوادر به فهرست درآیند. میرزا یوسف مستوفی الممالک صدر اعظم مسئول این کار شد و او هم میرزا هدایت الله مستوفی پدر محمد مصدق را به وزارت دفتر منصوب کرد تا دارایی دربار را دفتری کند. با انجام این کار فهرستی از جواهرات دربار به دست آمد که به دستور ناصرالدین شاه قرار شد تا کره‌ای جواهر شوند. گروهی از جواهرسازان ایرانی به سرپرستی ابراهیم زرگرباشی مسیحی جمع شدند و این کره را ساختند. با 34 کیلو طلای ناب و 48825 قطعه جواهر معادل 23064 قیراط وزن، 15479 الماس، 5024 زمرد، 27660 یاقوت سرخ، 267 یاقوت کبود و 395 لعل درخشان. کار ساخت این قطعه نفیس در زمستان 1253 خورشیدی تمام شد و بهار که آمد برای سال تحویل رونماییش کردند. جورج کرزن، سیاستمدار بریتانیایی، و هانری دالمانی، هنرشناس فرانسوی، در توصیف این کره نوشتند که نقشه ایران در آن به سنگ فیروزه آذین شده، اما اشتباه است، چرا که ایران در این کره با سنگ الماس نمایش داده شده. درون آن با یاقوت درشتی کوه دماوند را مشخص کردند و شهر تهران هم با یاقوت معروفی به نام اورنگزیب نمایان است. انگلستان، آسیای جنوب شرقی، خط استوا و سایر خطوط جغرافیایی هم در این کره با سنگ الماس هستند. دریاها زمرد نشانند و خشکی‌ها هم از یاقوت و لعل. مثلا هندوستان از یاقوت روشن و آفریقای مرکزی و جنوبی از یاقوت کبود. دو حلقه زرین ساده که در روی آنها گل‌های الماس نشان نصب شده به طور متقاطع کره را در میان گرفتند. البته پیدا کردن کشورها در این کره بسیار مشکل است و سازنده ها چیزی از نقشه کشی نمی دانستند. عبارت از سلطان ابن سلطان ناصرالدین شاه هم روی آن به خط استاد خوشنویسی میرزا غلام رضا اصفهانی الماس نشان شده که در نوع خود بی نظیر است. کره جواهر نشان شاهکاری در هنر جواهرسازی ایران است که حالا در خزانه جواهرات ملی نگهداری می شود که زیر نظر بانک مرکزی است و پشتوانه پول ایران. کره‌ای که نشان از هنر جواهرسازی در تاریخ ایران دارد.